میلیون ها شده این هنر. به ما بفرمایید که رگه اصلی آموزش موسیقی رو در ایران چه میدونید که باعث ماندگاری شده؟ شوق دانش آموزان هست؟ چه هست؟ چه دلبستگی هایی باعث شده که این روند آموزش ادامه داشته باشه تا به امروز؟ خدمت شما عرض کنم آقای چهارلنگی، در زمینه موسیقی خب اولین حرکت خب یادگیری هست و که اون در مبحث آموزش می گنجه که ما چطوری موسیقی رو فرا بگیریم. و در مورد کشور عزیزمون ایران، این رو میتونیم در دورهای مختلف تاریخی و دورهای مختلف سیاسی این رو بررسی بکنیم که شیوه آموزش موسیقی به چه صورت بوده و هست. در زمینه موسیقی وقتی که ما صحبت میکنیم، به هر صورت سبکهای مختلف موسیقی وجود داره و در هر کدوم از این سبکها بازم به دوره‌های مختلف شیوه آموزش موسیقی بسیار متفاوت بوده، با تغییر شیوه زندگی، با تغییر سیاست، همه این موضوعات دست به دست هم میده و روی این مبحث آموزش موسیقی تأثیر خیلی بسزایی داشته. من اول شروع میکنم از یک زندگی به قولن سنتی، یک در یک جوامع سنتی و که زندگی به قولن صنعتی نداشتن. مثلا به شهری که زادگاه خودم هست برمیگردم، به بوشهر مثلا 80 سال پیش. خب در 80 سال پیش، 100 سال پیش در بوشهر خب یک نوع موسیقی وجود داشته که این موسیقی ها به هر صورت به صورت امروز موسیقی هایی نبودن که برای اجرای صحنه طراحی شده باشه. موسیقی ها یک وسیلهی بودن، موسیقی یک وسیلهی بوده که در قالب مراسم مختلف استفاده ابزاری می شده ازش. یعنی موسیقی یک بخشی از یک مراسم بوده، در عزا، در عروسی، در کار روی دریا، در کشاورزی، در بخش‌های مختلف زندگی موسیقی نقش بسزایی داشته. در زمینه فراگیری این موسیقی‌ها خیلی بحث بیشتر این بخش‌ها وقتی که یک کودک یا یه نوجوان می‌خواسته این موسیقی‌ها رو یاد بگیره، به صورت بعضی وقت‌ها به صورت اجباری بوده، همراه با اجبار. به چه صورت؟ مثلا شما یک کسی که روی دریا کار میکرده، اگر فرزند پسری داشته، از همون سن 6-7 سالگی فرزند پسر هم باید با پدرش که حالا ماهیگیر بوده، ناخدای کشتی بوده، بعد میرفته کار میکرده و اونجا یک سری آوازهایی هم برای مثلا بالا کشیدن گرگور، بالا کشیدن تور، برای پارو زدن، بعد اینا میخوندن موقع کار. و شما در نظر بگیرید که بچه 6-7 ساله با او مشقت، با او سختی که روی دریا در زمستون سرد، در تابستون گرم، بعد یه آوازها رو میخونده و یاد میگرفته برای او کار، برای یک هدف مشخصی که داشته، گرفتن ماهی یا میگو یا پارو زدن بود. و خیلی سخته، خیلی ساده نیست این کارها، ولی این ملودی ها رو باید به اجبار یاد می گرفته و با یک زجری همراه بوده. خیلی از بخشهایی که توی موسیقی های سنتی در جوامع سنتی هست، کسایی که میخوان فرا بگیرن، همیشه او زجر و او مشقت جزی از بخش فراگیری بوده. یعنی به اجبار باید یک چیزایی رو یاد می گرفت. بخشش این بوده، ولی انگیزه های دیگه هم داشته یا علت های دیگه؟ انگیزه هاش این بوده که بالاخره یک هدف مشخصی وجود داشته و اونشون هدف مشخص وجود داشته، به مرور زمان او زجر تبدیل میشه به شیرینی.
چون هدف مشخص بود. هدف اینجا اجرای موسیقی یا فراگیری موسیقی فقط نبوده، این موسیقی برای یک کاری استفاده می شده و او کار مهم بوده، یعنی گرفتن ماهی مهم بوده، پارو زدن مهم بوده. خب من یه توضیح شاید باید اول برنامه می دادم، الان همچنان به موقع مناسب هست، این که آقای سعید شنبه‌زاده نه تنها در عرصه اجرای موسیقی جنوب ایران شهرت دارن که میدونیم همه و تخصص، بلکه دارای پژوهش‌های گسترده‌ای هم هستن در این زمینه و این پژوهش‌ها انگیزه یا سبب پرسش‌های من هست درباره تاریخ موسیقی یا آنچه که به تاریخ موسیقی مربوط میشه. آقای شنبه‌زاده عزیز، از خود شما، یعنی سعید بچه جنوب بوشهر، چی شد؟ چه انگیزه هایی سعید رو در این شرایط سخت برای هنر و هنرمندان سوق داد به طرف موسیقی، اون هم به این شکل عمیق و به قول معروف پربار وعده ای که داشته؟ چه انگیزه هایی بود در سعید و از کی؟ ما شروع کار موسیقیم به این صورت بود که خب ما توی خانواده هم یکی از ما نه نفریم، یعنی من 4 تا برادر و 4 تا خواهر دارم. یکی از برادری ما نوازنده ترومپت بود، موسیقی غربی کار میکرد. یکی از خواهرام هم میرقصید، که خواهر ما توی رادیو تلویزیون تهران بود، یعنی توی رادیو تلویزیون ملی کار میکرد اون موقع، و یعنی قبل از انقلاب. قبل از انقلاب، بله قبل از انقلاب. ما بچه آخر خانواده، ما 47 ساله، من بچه آخر خانواده، همه سناشون از من خیلی بیشتر هست توی خانواده، و خواهر ما میرقصید و خیلی هم مشوق بود، مشوق ما توی کار هنری، توی خصوصا بخش موسیقی و رقص. و زمانی که ما شروع کردم، یعنی با تصمیم خودم که بخوام موسیقی کار بکنم، موزیسین بشم، یک چیزی بود توی ایران و هنوزم که ما بیش هست، اینه که وقتی که صحبت از موسیقی میشه و موزیسین بودن در جامعه، مردم به موسیقی، یا به موسیقی غربی فکر میکنن یا نهایتاً به سازهای موسیقی کلاسیک ایرانی یا اصطلاحاً موسیقی سنتی ایرانی، مثل تار، ستار، سنتور، کمانچه. و یک بخش عمده ای از موسیقی ما هیچ وقت، موسیقی ایران هیچ وقت از به نام موسیقی یا موزیسین بهش توجه نمیشد. مثلا هیچ وقت در بین بختیاری ها به نوازنده سرنا نمیگفتن موزیسین، گفتن توشمال. یا یه نوازنده نی همونه هیچ وقت به عنوان یک استاد موسیقی یا یک موزیسین کسی نمیشناخت، یا نی همونه میزنه. و از نظر پایگاه اجتماعی و جایگاهی که در قوم خودشون داشتن، در فرهنگای خودشون داشتن، خیلی پایگاه اجتماعی پایینی داشتن موزیسین های این نوازنده های ای سازا، مثل نی همونه، سرنا، دیگه خدمتتون عرض کنم که مثلا نوار زن، و یک نگاه خیلی سطح پایینی نسبت به آثاری که اینا اجرا میکردن بود. یعنی این نگاه از تهران، از مرکز بود بیشتر؟ بله، حالا از کجا بوده، ولی خب ما اونو داخل، مثلا ما داخل فرهنگ خود جنوب ایران هم حس کردیم. یعنی خیلی از خانواده هایی که مثلا اهل ادب و فرهنگ و سواد بودن یا خانواده های متمول بودن، هیچ وقت بچه‌شون رو نمیذاشتن که بخواد بره نی همونه یاد بگیره. یا یه خانواده ای که مثلا اگر بختیاری بوده، اگر یک بچه خانه مثلا ایل بختیاری بوده باشه، هیچ وقت بچه‌ش رو نمیذاشته که سرنا بزنه، ولی بچه‌ش رو میذاره آواز سنتی بره کار بکنه یا بره پیانو بزنه. و شما اگر توجه بکنید، همین الانم هم در بین، بخواید آمارگیری بکنید در بین ایرانیان عزیزمون، اگر کسی مهندس باشه، دکتر باشه، تحصیل کرده باشه، هیچ وقت بچه‌ش رو نمیذاره سازی مثل سرنا و نمیدونم نی جفتی و نی همونه و اینا کار بکنه. و در توی خونه‌های اغلب هموطن عزیزمون حتما اگر که برای
نمایش هم که شده باشه اگر وضعشون خوب باشه یک پیانو حتما هست. و این یک نگاهی هست که یک نوع فرهنگیه که به شاید به اشتباه بتونم بگم، یعنی یا بر اساس عدم مطالعه میاد نسبت به اینکه کلا موسیقی چی هست. البته این نگاه امروز که ما بیش عوض شده، خیلی ها زحمت کشیدن در تغییر این نگاه و معرفی اینکه به طور کلی موسیقی چی هست و جنبه های ارزشی موسیقیایی این قبیل موسیقی ها، مثلا موسیقی نوازنده های دوتار خراسان، نوازنده های مثلا سرنا نوازان های مثل بختیاری و لرستان و کمونچه لری و نیهنبونه بوشهری و نمیدونم ساز رباب بلوچی و قیچک بلوچی. و امروز خیلی نگاه ها به این سمت و گوش ها تیز شده، نگاه ها به این نوع موسیقی ها بیشتر شده و علت های مختلفی داشته، علل مختلفی داشته و به هر صورت یکی از علت هاش هم میتونم بگم که این بوده که نگاهی که و توجهی که غربی ها توی چند سال اخیر خصوصا بعد از سال 1991 که اولین بار بود که یک جمع کثیری از موزیسینای مناطق مختلف ایران رفتن به فستیوال اوینیون در سال 1991 که ما جزو اون موقع 21 سالم بود، ما جوانترین نفری بودم که توی او فستیوال توی او گروهی که از موزیسینای مختلف از مناطق مختلف ایران بودن حضور داشتم. و از اون موقع به بعد یک داستان جدیدی، یک بقولن صفحه جدیدی باز شد برای این سبک موسیقی ها و علتش هم این بود که خب غربی ها خیلی توجه نشون دادن و همیشه بوده. اگر در سرگذشت موسیقی ایران نوشته روح الله خالقی هم شما متوجه بخونید این مسئله هست که همیشه خیلی از اوقات، حالا همیشه نمیتونیم بگیم، نمیتونیم کلیت بدیم جنرالیزه بکنیم چون اشتباه میشه حرف ما، ولی خیلی از اوقات اینطوری بوده که معمولا در ایران اون چیزی که غربی‌ها بهش توجه میکردن یا میکنن بعد برای ایرانی‌ها هم خیلی مهم میشه. و یه اتفاق سر سال 91 این اتفاق به قولن خوشایند افتاد و افرادی مثل شامیرزا مرادی، مثل حاج قربان سلیمانی تونستن تو اونجا یا خود ما اونجا مورد توجه قرار بگیره کارمون و در مطبوعات اروپایی نقد بینویسن، مثل لیبراسیون، لوموند، فستیوال مختلف بعد از او ما رو دعوت بکنن. و بعد از اون موضوع این بود که توی ایران هم عموم مردم هم این سوال رو کردن که خب اگر که غربیا خوششون میاد و از اینا دعوت میکنن خب حتما یه چیزی داره. و اون موقع کسایی هم که توی مرکز بودن، توی تهران بودن، حالا یا آگاهی داشتن یا آگاهی نداشتن، خودشون رو اومدن چسبوندن به این داستان و که ما بیش کمک هایی شد. ولی افرادی که خیلی تأثیر داشتن در این روند، در اینکه مردم رو بهتر آشنا بکنن، هرچند که تخصص لازم رو نداشتن اون موقع و بعد کم کم با مطالعه، با کنکاش تخصصشون بیشتر شد و کارهای خیلی خوبی هم انجام دادن، یکی از افرادی که خیلی تأثیر داشت، حالا از خودم که بگذرم که در رابطه با موسیقی جنوب واقعا ما تا این لحظه ما زندگیم رو فدا کردم، یعنی حتی ای که ما الان در تبعید ناخواسته هستم و ایران نمیتونم برم به دلیل ای که فقط ما دفاع کردم از فرهنگ موسیقی جنوب ایران و گفتم این موسیقی ارزش داره و آدمای ارزشمند و موسیقین ارزشمند خیلی زیادن و اینا نباید محتاج نون شب باشن، اینا نباید در حاشیه قرار بگیرن، یه موسیقین بلوچی، یه موسیقین بوشهری، یه موسیقین آذری. و در مقابلش یک سری آدمایی که واقعا خودشون رو با شارلاتان بازی، با زد و بند، با آرایش‌های لفظی، با دکوراسیون دارن به عنوان موزیسین خودشون رو در جامعه
جا میندازن و حمایت های حقوقی داشتن و دارن و تمام حقوق این موزیسینای اصلی رو اونا دارن چیکار میکنن؟ میگیرن و میخورن و این خیالشون هم نیست. مثلا میاد آقای سمفونی درست میکنه، سال یه باری سمفونی مثلا امام رضا، یک سمفونی نمیدونم عاشورا، سمفونی محمد رسول الله، سمفونی نمیدونم خرمشهر، و پولهایی میگیرن اینا که در قبالش مثلا یک کسی مثل شیر محمد اسپندار و تو بلوچستان محتاج مثلا یک نون شب باشه. یا مثلا خیلی از این موزیسینا تعدادشون خیلی زیاده، یا مثلا یک کسی مثل علی حبیب زاده خاطر مثلا که خب بعد از انقلابی مجبور شد از بندر عباس در بیاد بره دبی، بعدش بره مال بره توی سوئد و در غربت داخل یه شرایط خیلی خوبی بنده خدا از دنیا، یعنی ایزوله شد، تنها بود، او علاقی که داشت نتونست چیز بکنه و در تو غربت مرد، کسی هم صداش هم آنچنان نرسید به دنیا. یا خیلی از این قبیل آدم ها زیاد است و در مقابلش هم میگم آدم های سوء استفاده گر که با زد و بند، با مسائل سیاسی، با چسبیدن به کمک به یک پروپاگاندای دولتی دارن اموراتشون رو میگذرن و زندگی های مادی خیلی خوبی دارن و اونایی که کار اصلی رو میکنن از قافل عقب میمونن. و به هر صورت یکی از افرادی که خیلی کمک کرد به این آشنایی شدن مردم و تلاشی که انجام داد مرحوم دکتر محمد تقی مسعودیه بود که ایشون تخصصشون اتنوموزیکولوژی بود و استاد دانشگاه تهران بودن و از قبل از انقلاب این حرکت رو شروع کرده بودن. و خدمتون عرض کنم که یک کتاب درباره موسیقی بوشهر ایشون نوشتن به همراهی سال 1353 به نام موسیقی بوشهر با همکاری جوزف کوکرز که ایشون هم رئیس دپارتمان موسیقی دانشگاه برلین بود. یک کتاب هم در مورد موسیقی بلوچستان. فرد دیگه ای که خیلی تأثیر داشت در مجامع علمی در بین عموم مردم و خیلی کمک کرد، همکاری کرد و من هم خیلی با این دو شخص آقای مسعودیه و آقای محمد رضا درویشی خیلی همکاری نزدیک داشتم و خیلی از کتابایی که دوستان نوشتن در مورد مثلا بخشش موسیقی جنوب بوده یا اشاره شده به سازها نوشته های ما هست، متن مصاحبه ها مثلا تو کتاب سازشناسی یا دکتر مسعودیه یا تو کتابایی که مقالاتی که آقای درویشی چیز میکه نوشتن و من خیلی کمک کردم، خیلی با همکاری میکردم خصوصا با آقای درویشی. حتما میرسیم سعید عزیز، پرسش های ما بسیار هست. جناب مسعودیه که مقام بسیار مهمی در زحمت تلاش برای موسیقی ایران داشتن، من پای سخنرانی های ایشون بوده با سرافرازی که نشستم و بسیار استفاده کردیم. آقای شنبه‌زاده اشاره کرده اولین بار در سال 1991 در فستیوال اونیون شرکت کردند که مهمترین فستیوال هنری به ویژه در عرصه موسیقی هم هست در اروپا، که در سال 1947-40 بعد از جنگ عملا پایه‌گذاری شد. هنرمند معروف فرانسه جان ویلار و رفتن به صحنه اونیون و درخشیدن در اونجا کار بسیار سخت و در واقع آسان نیست. سعید شنبه‌زاده در اونجا درخشید و بیرق هنر جنوب ایران رو و هنر ایران رو، هنر مربوط به مردم ایران رو، هنری که از دل مردم اومده و در دل مردم قرنها محفوظ بوده علی‌رغم فشار حکومت‌ها و فقیهان، در اونجا بیرق چنین هنری رو سعید شنبه‌زاده به اهتزاز در آورد. با من و شما هستند آقای شنبه‌زاده، گوشه ای از هنر ارجمند اون رو میبینیم و میشنویم و باز خواهیم گشت تا لحظاتی دیگر.
جنوب ایران، جنوب ایران، بوشهر، بندر عباس، خطه شمالی خلیج فارس، سرشار از قلب‌های ارجمند و گرانقدر، سرشار از هنرهای گوناگون هست و هنرمندانی که نقش بسیار بسیار مهمی در عرصه هنر و ادبیات ایران دارند. کسانی چون منوچهر آتشی بزرگ، کسانی دیگری که در هنر خودشون در عرصه‌های دیگه درخشیدن، مثل ایرج صغیری گرامی و ارجمند، هنرمند ارجمند تئاتر ایران، که من این بخت رو داشتم کار ایرج صغیری رو در جشن هنر ببینم، و بسیاری از منتقدان اروپایی و آمریکایی که در جشن هنر بودن شگفت زده از هنر ایرج صغیری، که در واقع معرف هنر موسیقی و هنرهای سنتی جنوب ایران بود، و بسیاری دیگه. کار ارجمند صادق چوبک رو که همه اهل کتاب میشناسن، و تنگسی رو و کسان دیگری، و کارهای ارزنده فیلمساز گرانقدر ایران ناصر تقوایی رو، فیلمهای کوتاهی که درباره جنوب ایران ساخت، میتونه منبعی باشه برای گشودن دریچه‌ای به اقیانوس دلهای پاک جنوب ایران، محمل هنر ایران در جنوب این سرزمین. سعید عزیز، ببینید فشارها زیاده، بینندگان ما میدونند، و بر موسیقی ایران، بر هنرمندان ایرانی. علی‌رغم این، موسیقی ایران زنده است، و روز به روز ما ببینیم جوانان بیشتری به طرف موسیقی ایرانی، نوازندگان ساز، دختران نوازنده ساز به مراتب بیشتر از پیش از انقلاب هستن، علی‌رغم همه ممنوعیت ها. این راز و رمز رو در چه میبینی؟ همین امروز من چند خبر در این زمینه داشتم از بابت ممنوعیت ها. این راز و رمز رو در چی میبینین؟ این اشتیاق رفتن به طرف این موسیقی رو، و پیش از اون البته اگه سخنی هست باز درباره کسانی چون صغیری عزیز و بقیه میشنن. در ادامه صحبتم قبل از اینکه حالا به این سوالتون پاسخ بدم، داشتم صحبت میکردم که افراد زیادی تأثیر داشتن که خب این موسیقی ها، مثلا موسیقی جنوب، موسیقی خراسان، موسیقی آذربایجان، موسیقی مناطق مختلف ایران به مردم توجهشون جلب بشه و در این جلب توجه نقش داشتن. مثلا آقای درویشی توی چند سال اخیر، از سال مثلا 1369 ایشون کار تحقیق و بررسی و کنکاش رو شروع کردن و خیلی رفتن با همکاری چند تا بودجه‌ای که جور کرده بودن، رفتن و خیلی آثار مختلفی رو ضبط کردن، آرشیو بسیار خوبی دارن، و بعد یک دایره المعارف نوشتن، دایره المعارف سازها، که کتاب بسیار خوبیه. آقای درویشی هم خیلی نقش داشت و خیلی کمک کرد در این روند که مردم، خصوصا اهل موسیقی، اهل دانشگاه، مجامع علمی، نظرشون جلب بشه. اینجا این موضوع رو حالا بگذاریم به سوال شما پاسخ بدم. در ارتباط با ممنوعیت، خب به طور کلی ممنوعیت از طرف مثلا یک حکومتی مثل حکومت ایران، هر موضوعی رو که ممنوع بکنه در طول این چندین و چند سال نشون داده که مردم، خصوصا جوانان، نظرشون بیشتر جلب میشه و کنجکاو میشن که چه چیزی هست که باید این ممنوعه. یه خاطره ای رو بذارم براتون تعریف کنم. یه زمانی بود که اوائل انقلاب، از وقتی که یاسر عرفات اومد ایران، این چفیه شد یک نمادی از مبارزه، مثلا برای اینایی که بسیجی بودن و نمیدونم حکومتی بودن، و اینا یه چفیه دور گردنشون مینداختن، و که تو جبهه هم این چفیه همیشه بود و یه از این سیستم چیز رو بود. یه دوره ای شده بود که دخترها از چفیه به عنوان روسری استفاده میکردن، بعد از مثلا بعد از جنگ بود این دیگه، و کمیته اومد، من یادم میاد تو بوشه و توی شهرهای دیگه، نوشته بود که چفیه
سجاده خونین شهداست نه روسری، و ماشینای کمیته هر دختری رو که چفیه به عنوان روسری استفاده میکرد ازش میگرفت، دختر رو میگرفت تو چرا چفیه، در که باعث شده بود که چفیه یه چیز مورد علاقه افرادی بشه که مثلا دخترها یا اینا، و چون اینجا یه ضدیتی بود. ولی مثلا 5 سال 6 سال قبلش چفیه رو هیچ کس نمیذاشت، چون دولت داشت تبلیغ میکرد که حالا کسی که چفیه میذاره، همین الان هم اگر که دقت بکنین موقع مثلا هفته جنگ که اسمش رو گذاشتن مثلا هفته دفاع مقدس، تمام وزیرا و نمیدونم مدیر و کلا و اینا یه چفیه میندازن توی گردنشون، ولی همون چفیه رو یه مدت دولت اگر یه دختری روی سر میذاشت به اونا روسری پلیس میگرفتش. در رابطه با موسیقی هم همین مسئله، چون دولت ایران یا به حساب این آیت الله ها و اینا یک حکمی رو که صادر بکنن سریعا باعث محبوبیت و مشهور شدن اون موضوع میشه. یعنی آدم باید خیلی شانس بیاره که مثلا، یعنی واقعا خیلی خوش شانسیه که یه آیت اللهی مثلا حکم قتلتو صادر بکنه، یعنی بزرگتری موفقیت بری هنرمند. یعنی راهه که بعد شما 100 سال طی بکنی یه شبه طی میکنی و راحت معروف میشه، اگه هدفت معروف شدن باشه نه هدفت بزرگ شدن باشه. دلیل علاقه به موسیقی هم یک طبیعی هست، چون خب حکومت مخالفت میکنه و مردم هم میخوان یک مبارزه منفی بکنن، بگن ما مخالف شما هستیم. حالا نمیتونن برن اسلحه بخوان دست بگیرن یا تو خیابون برن حالا تظاهراتی بکنن یا بخوان مثلا یه حرکت به این صورت داشته باشن، این مبارزه منفی رو در پیش گرفتن مردم. هر چیزی که دولت ممنوع بکنه مردم جذبش میشه. خب سعید عزیز ببینید، ما دوشنبه ها معمولا به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در حکومت فقیه میپردازیم، بله. که یکی از عرصه‌های مهم اون که نقض میشه حقوق انسانی و حقوق هنرمندان ایرانی هست، حقوق دانش آموزان و هنر هست، حقوق کسانی هست که شوق دارن برای قدم گذاشتن به جهان بسیار شاد هنر. آقای شنبه‌زاده عزیز، از اون ور سوال این هستش که حکومت‌های مثل حکومت ایران چرا این همه حراس دارن از گسترش موسیقی که به طور علن و علنی جلو اونو سعی می‌کنن بگیرن، ولی خب قطعاً می‌دونن که این شیوه باعث گسترش اتفاقاً میشه، حالا با سختی‌های بسیار. حراسشون از چی هست؟ حراسشون از هنر سعید شنبه‌زاده و صحنه چی هست و کسان دیگری چون شما؟ حکومت ایران حراسش از موسیقی نیست، حکومت ایران به طور کلی حراسش از حقیقت هست. چون یک حکومت، من بارها هم گفتم، حکومت ایران یک حکومت سوفسطاییه. سوفسطایی ها که 5 قرن قبل از میلاد زندگی میکردن و اینا کارشون این بوده که به مردم بگن که آقا حقیقت دستیافتنی نیست و حقیقت این چیزی است که ما میگیم. حکومت ایران به طور کلی با هر موضوعی که شما رو به حقیقت انسانی برسونه، باعث رشد فرهنگ شما بشه، باعث رشد اندیشه شما بشه، مخالف. حکومت ایران نه، اصلا کارش مسئلهش از حقوق بشر رد شده، الان با حقوق حشرات هم مبارزه میکنه، با حقوق، با همه چی، با حقوق سنگ، با حقوق دریا، با حقوق طبیعت، از همه چی، یعنی از هر چیزی که ارتباط داشته باشه با حقیقت، با طبیعت، با رشد، حکومت ایران باش مخالفه. این نهاد این حکومت به این صورته که یعنی سیستمش طوری با حقیقت به طور کلی برای یک سیستم دیکتاتوری چیز جالبی نیست. و موسیقی هم یکی از ابزارهایی بوده در طول تاریخ برای انسان، برای رشد تکامل انسان، برای رشد اندیشه انسان. به همین دلیل است که اونجا که بحث ما کردیم در مورد بحث آموزش، اگر آموزش موسیقی در یک جامعه به صورت سیستماتیک باشه، به صورت نهادینه باشه، این بسیار مفید هست و باعث رشد جامعه میشه. چرا در غرب موسیقی به صورت اجباری آموزش داده میشه؟
یعنی شما وقتی که تا 16 سالگی بعد مدرسه به صورت اجباری بری و موسیقی جز دروس مدرسه هست. چرا؟ چون کمک میکنه، چون به رشد شما کمک میکنه، به رشد اندیشی شما کمک میکنه و میتونه باعث بالندگی، باعث سازندگی جامعه بشه. ولی حکومت ایران یک حکومتیه که مثلا از رئیس جمهورش گرفته، از وزیرش گرفته، با مدرک تقلبی، با مدارک ساختگی میان اسم دکتر، من نمیدونم مثلا این دکترایی که اینا میگیرن مثلا شب میخوابن صبح بلند میشن دکتر شدن. خب معلومه اون آقای دکتر از یک دکتر واقعی هراس داره. معلومه که حکومت ایران هراس داره از اینکه مثلا آمار بیماری ایدز به صورت واقعی منتشر بشه. معلومه که حکومت ایران میترسه از اصلا از آمارگیری، از پژوهش. حکومت ایران از آمارگیری دقیق، از پژوهش، از فلسفه، از تمام موضوعاتی که انسانی باشه، تمام موضوعاتی که باعث رشد انسان بشه هراس داره و سعی میکنه که مشابه سازی بکنه و موضوعات فیک، موضوعات مصنوعی و موضوعاتی که غیر واقعی هستن بین مردم رواج بده. یعنی ارزش ها رو بی ارزش بکنه و بی ارزش ها رو به عنوان ارزش به مردم قالب بکنه. شما وقتی یک نگاه مختصری داشته باشید به نقدها و بحث هایی که در مطبوعات که توی ایران چاپ میشه در مورد موسیقی، حتی او کسایی که اهل موسیقی هستن و بین دعواهایی که به پا میکنن بین همدیگه، اعتراضاتی که به هم میکنن، میبینی که اصلا اینا هیچ ارتباطی به رشد، سازندگی و ارتقاء سطح کیفی و آشنایی عموم مردم با موسیقی نداره و ارزش ها جاشون عوض شده. امروز توی نه تنها توی ایران، توی خیلی جاهای مختلف دنیا، توی مباحثی مثل موسیقی، توی مباحثی مثل هنر، خیلی از حکومت ها سعی میکنن که نفوذ بکنن، این به قولن تمام کنترل هنرمندا رو و تفکر و ذهن انسان ها رو در دست بگیرن، چون براشون خطرسازه. اگر هنرمند آزاد باشه، مستقل فکر بکنه، مستقل فیلم بسازه، مستقل موسیقی بسازه، اینجا چی مطالباتش میره بالا، مطالبات مردم میره بالا. یه حکومت ایران نمیخواد مردم مطالباتی داشته باشن. حکومت ایران اومد چیکار کرد؟ یه حرکتی رو که انجام داد در ارتباط با موسیقی، چون بر صورت ایران 30 و اندی سال دارن حکومت میکنن و امکانات زیادی دارن، امکانات مالی زیادی دارن، مشاوره های خیلی قدرتمندی دارن از کشورهای مثل کمونیست سابق، از شوروی، حتی از کشورهای غربی. اینا مشاورهای قوی، چون پول دارن. اینا اومدن نگاه کنین برای یک سری روابط بین المللی اینا دارن، برای حفظ روابط بین المللیشون. اگر یک کسی بیاد بگه که در ایران موسیقی نیست، اینا زبونشون دراز میگه نه ما موسیقی داریم، ما حتی مدرسه موسیقی داریم، دانشگاه موسیقی داریم، هنرستان موسیقی داریم. ولی شما وقتی که بخوای بری آمارگیری بکنی، نظارت بکنی بر هنرستان موسیقی ایران، بر دانشگاه های موسیقی ایران، میبینی که یک عده جوونی که علاقمند، یه سری خانواده هایی که با علاقه، با زحمت، با مشقت بچه هاش رو فرستادن اونجا که اینا موزیسین بشن، بچه هاشون رو میفرستن تو دام این حکومت و اونجا این بچه ها فقط از موسیقی فراری میشن و نه تنها چیز عمده ای رو دیگه نمیتونن تولید بکنن، جذب یه سری کارهایی میشن که اصلا هیچ بالندگی نمیتونه بری جامعه داشته باشه، هیچ رشدی نمیتونه تو جامعه داشته باشه. شما یک آمارگیری سطحی انجام بدی، اغلب دانش آموزان و دانشجویانی که از هنرستان موسیقی فارغ التحصیل شدن، هیچ اثر عمده‌ای در موسیقی ایران تولید نکردن و اغلب فارغ التحصیلای موسیقی ایران شدن جذب موسیقی پاپ دولتی. یعنی تمام خواننده های پاپ دولتی ایران آهنگسازاشون بچه های هنرستان موسیقی هستن. یعنی یه جوری هم موسیقی پاپ مکتبی هم داریم در ایران نیست. کلن حکومت ایران کارش توی مشابه سازی هست. یعنی یک مشابهی درست میکنه که او تیتر رو داشته باشه، خب، اشتراک لفظ و اختلاف در معنا.
نکنی تابلو هنرستان و موسیقی رو نگه داشته، خیلی زرنگن اونا، اون نمیاد و هنرستان و موسیقی رو میاد استحاله میکنه، از درون نابودش میکنه. خب میاد دانشگاه بله آقای شمعزاده عزیز اشاره جالبی کردیم، من یه برنامه در ایران اجرا شده بود دیدم در یکی از سالن ها، مجری برنامه به اصطلاح با تسلط نسبتا اجرا میکرد و همه اینها، و بعد یک سری حاج آقای حکومت هم نشستن این ور اون ور و اون ور هم خوب قسمت بانوان و سالن هم پر، و خواننده هایی که بعد از انقلاب ناچار ایران رو ترک کردن و به جاهای دیگه من جمله لس آنجلس اومدن، هیچ ردیف خواننده‌ای اومدن و به تقلید اونها سعی کردن آواز بخونن و تمام اهل سالن هم از حاج آقا و مخلفات و بقیه شروع به کف زدن کردن. سوال بلافاصله این بود که چجور ملتی است که میان انقلابی میکنن برای چی؟ که خواننده های اصلی رو بیرون کنن بعد بدل بیارن و با اونها به اصطلاح لذت میبرن. من نفهمیدم این نوع این آیا یک بیماری است، یک تحول چی هست، متوجه نشدم. اما وقتمون کم سعید عزیز و گفتنی ها بسیار و گیر آوردن شما بیرو درواسی چندون ساده نیست به خاطر مشغولیات بسیار زیادی که دارین. برنامه آینده ای رو که دارین از این جهت مهم هست برای من و بینندگان که عرصه به صدا یا عرضه هنر شما رو در چه سطح و عرصه ما در جهان میبینیم، هنر جنوب ایران رو، هنری که در خود ایران سرکوب میشه اما در بیرون از ایران چگونه ارج گذاشته میشه. آقای شمعزاده عزیز فرصتمون متاسفانه کم و گفتنی ها بسیار از زبان شما، میخواستم بپرسم برنامه آینده شما کجا هست و در چه صحنه هنر ارجمند جنوب ایران رو عرضه میکنید، هنری که در خود ایران متاسفانه تلاش شده که سرکوب بشه. از شما میشتم این کمتر از 3 دقیقه وقت. ما برنامه آیندهمون توی ماه ژانویه در فستیوال اینترنشنال فیلم پراگ هست و برنامه خیلی مهمی که داریم در پاریس در تئاتر دولویل در تئاتر شهر پاریس هست که با یک رقاص مهمان آقای شارخ مشکین قلم، من نقیب شنبزاده پسرم و آقای شارخ مشکین قلم روز 16 ژانویه این برنامه رو اجرا میکنیم که این برنامه دومین برنامه هست، دومین همکاری ما هست که اولین برنامه رو ما توی یک فستیوالی در پاکستان اجرا کردیم، مورد توجه خیلی زیادی قرار گرفت و امسال هم در 16 ژانویه سال 2016 در تئاتر شهر پاریس اجرا می‌کنیم. بله تا دوویل پاریس، من بگم یکی از تئاترهای برجسته نه تنها فرانسه که اروپاست و بزرگان هنر جهان در اونجا برنامه عرضه می‌کنن و کار آسانی نیست بر چنین صحنه حاضر حضور یافتن و دعوت برای چنین صحنه باعث سرفرازی همه هنرمندان ایرانی خواهد بود. عرضه کار سعید شنبه‌زاده در چنین تئاتری همراه با شارخ مشکین قلم، همه هنرمندانی که دل در گروه هنر ایران، مردم ایران و تاریخ هنر ایران داره. آقای شنبه‌زاده عزیز با سپاس بسیار از شما و با امید به اینکه روزی هنر شما در ایران برای میلیون ها مشتاق دیدن کار شما به صحنه بره و از نزدیک مردم ایران با شما در ارتباط باشن. با سپاس. قربان شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، دنا، دراک، تفتان، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. Thank you.
different than the Scottish bagpipe or French bagpipe. This is a goat skin. The bag is a goat skin, yeah. It's the head. But all the bagpipe in the world is goat skin. It's not only mine. Thank you.